سرخط خبرهای مهم. درگیری مصالحانه بر سر زمین در سمنگان، 4 کشته بر جا گذاشت. یک جوان در قندهار خود را آتش زد. متاسفانه حادثه دیشب رسما تایید شد. مشروع خبرها: منابع محلی در سمنگان میگویند که در نتیجه درگیری مصالحانه بر سر زمین در این ولایت 4 تن کشته شدند و 1 تن دیگر زخم برداشته است. یک منبع معتبر محلی بر رسانه روزنامه 8 صبح میگوید که این رویداد روز یکشنبه 17 ثور در روستای لیلی ولسوالی در صوف بالای سمنگان رخ داده است. با گفته منبع، این رویداد پس از آن رخ داده است که یک متنفذ محلی به نام حاجی اکبر کوتوال، باشنده روستای یاد شده، با یک همروستاییش بر سر جایداد یک خانه دعوا کرده است. منبع میگوید این دعوا با مشاجره لفظی و سرانجام به درگیری مصالحانه انجامید که در پی آن حاجی اکبر کوتوال با 3 تن از اقارب خود کشته شدند و 1 تن دیگر زخم برداشت. منبع دیگر نیز میگوید که طرف دعوای این متنفذ محلی پس از درگیری مصالحانه از ساحه فرار کرد. مسئولان محلی طالبان در سمنگان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. درگیری بر سر زمین و موضوعات حقوقی در ولایت‌های مختلف افغانستان به ویژه در میان روستانشینان هر از گاهی رخ می‌دهد. در اکثر این درگیری‌ها افراد از سوی درگیری کشته و زخمی می‌شوند. یک جوان در قندهار خودش را آتش زد. منابع محلی در قندهار میگویند که یک نوجوان در مرکز این ولایت خودسوزی کرده و به زندگیش پایان داده است. این رویداد روز دوشنبه 18 ثور در گورستان پتیال در مربوطات چهارراهی مدد شهر قندهار اتفاق افتاده است. با گفته منابع، این جوان که 25 سال سن داشت با ریختن تیل روی بدنش خود را به آتش کشیده است. گفته می شود که این جوان در پی مشکلات اقتصادی خودسوزی کرده است. منابع می‌افزایند که این جوان پیش از رسیدن به شفاخانه به دلیل سوختگی‌های شدید جان داده است. اوقوع رویدادهای خودکشی اخیراً در کشور افزایش یافته است. بر بنیاد گزارشات، در یک سال گذشته نزدیک به 350 تن در ولایت‌های مختلف کشور خودکشی کردند. دلیل اکثر رویدادهای خودکشی در کشور مشکلات اقتصادی عنوان شده است. ادامه برسام آریایی گزارش می‌دهد: مزدورترین مزدوران. سفر متقی وزیر خارجه امارات به پاکستان در 3 محور میچرخید. 1. شرکت در مذاکرات وزرای خارجه پاکستان و چین. اینجا متقی نقش یک مزدور و ابزار رعایت منافع دو طرف را داشت. 2. ملاقات با رهبران سیاسی پاکستان. اینجا متقی یک پیامبر ضمانتگر برای منافع پاکستان بود. 3. ملاقات با رئیس ستاد ارتش. اینجا متقی یک مزدور متحد بود. جواد: 5 توقع ایران که هیچ کدام و هیچ گاهی برای طالبان قابل قبول نخواهد بود. تجدید نظر در توافقنامه 1351 عقبه دریای هلمند از تقاضای مهم ایران از طالبان از افزایش سهم ما به ایران به دلیل کاهش طبیعی آب غیر ممکن بوده است. افزایش نفوس، تغییر اقلیم و خشکسالی در سیستان بلوچستان و کاهش آب دریای هلمند تحقق توقع ایران را ناممکن کرده است. نابودی داعش خراسان: طالبان نمیتوانند داعش را در دراز مدت نابود کنند. فرضاً اگر داعش خراسان پروژه غرب باشد، خصومت ایدئولوژیک میان سعودی و تهران و احتمالاً افزایش تنش میان کابل و اسلام آباد سبب قویتگیری گروه متذکر می شود. تقاضای مهم ایران از طالبان دوری جستن از امریکا و تمکین برای حل‌های منطقه‌ای است. اما طالبان نیازمند پول امریکا و چشم پوشی آن کشور از رفتار طالبان علیه مردم افغانستان می باشد. این خواسته برای طالبان قطعا ممکن نیست. ایران و هیچ کشور دیگر توانایی چنین سخاوت را ندارند. رسمیت فقه جعفری و احوال شخصی اهل تشیع، عدم فارسی ستیزی و سهمدیری سایر اقوام در نظام طالبان از خواست دیگر است که ایران از طالبان میخواهد. اما طالبان نشان دادند که آماده چنین کاری نیستند. جلوگیری است تحقق پروژه تاپی از آرزوی دیگر ایران، از زیر پروژه منافع سیاسی و امنیتی ایران را صدمه میزند. در صورتی که تاپی تطبیق نشود، لوله گاز ایران مسما به پروژه گازی سال البته با طول بیشتر به آسیای جنوبی کشیده خواهد شد. طالبان تطبیق پروژه را که سالهاست به دلیل ناامنی معطل شده یک امتیاز سیاسی و اقتصادی میدانند و این امر قابل قبول نخواهد بود. رسانه افغانستان انترنشنال گزارش میدهد جبهه مقاومت تایید کرد که دست کم 4 چریکیش در نبرد با طالبان در ولایت بغلان کشته شده است. جبهه مقاومت تایید کرد که دست کم 4 جنگجویش به نام های روح‌الله، صفی‌الله، صبغت‌الله و قدرت‌الله پس از 10 ساعت نبرد با طالبان در ولسوالی خوست ولایت بغلان کشته شدند. در خبرنامه آمده است هنوز پیکر روح‌الله نظری که فرماندهی نیروهای جبهه در این نبرد را بر عهده داشت پیدا نشده است.
گزارش نقد بر گفته‌های اخیر حکمتیار در باب صحیح بخاری. در هر حال این که رهبر حزب اسلامی در حلقه درسیش به مسئله می‌پردازد که جنجالی و اختلاف برانگیز است و ممکن است واکنش‌های تند مخالفان را تحریک کند، نمایان کننده سرشت جسور و بی‌پروایی وی است. با این حال آنچه حکمتیار به آن پرداخته موضوع با اهمیت و مرکزی است و میساز جوانب مختلف آن مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرد تا نتیجه‌ای که به دست می‌آید کارساز و مفید باشد و محمل قرار گیرد برای جستجوی راه حل برای بی‌سامانی‌هایی که ریشه در میراث فرهنگی و فرهنگ مسلمانان دارد. طبعاً اشخاص متعدد در جامعه ما حضور دارند که از لحاظ علمی توانمندی آن را دارند که بهتر و منسجمتر از حکمتیار به موضوعات از قبیل نقد صحیح بخاری و همچنین نقد میراث حدیثی یا حتی سنت فکری مسلمانان دست بزنند. اما آنچه کار حکمتیار را برجسته و انگشت‌نما میکند این است که حرفهای وی به عنوان رهبر یکی از احزاب سابق جهادی در میان بعضی از مخاطبان خریدار دارد و از این جهت پیشنهادهای و احتمال دارد فتح بابی باشد. برای طرح جدیدتر و جامعتر نقد و بازاندیشی در سنت اسلامی، جامعه افغانستان بیش از هر جامعه دیگر به نقد سنت دینی نیازمند است. گروه طالبان که همین اکنون حاکم بلا منازع این کشور است و خفقان حول‌آور بر آن تحویل کرده و رفتار نفرت آور از خود نشان می دهند، محصول قرائت نادرست و غیر انسانی از سنت و متون دینی است. البته به هیچ وجه این نکته را نباید مغفول نهاد که پدیده طالبان همانند هر پدیده اجتماعی دیگر تک ساحتی نیست و عوامل گوناگون در شکل گیری آن نقش ایفا کرده است. با وجود این، اگر کسی از راه برسد و برخلاف قرین و شواهد بسیار عامل دینی را در به وجود آمدن این گروه نادیده بگیرد، در واقع خواسته است آفتاب را با دو انگشت پنهان کند و به جنگ بدیهیات بشتابد. گلبدین حکمتیار از رهبران مجاهدین سابق شخص بزبرانگیز و جنجالی است. او یگانه رهبر سیاسی جهادی است که هنوز هم فعالیت دارد و با وجود تحمیل شکست‌های متعدد در درازای زندگی پرفراز و فرودش هنوز هم از جوش نیافتاده و اکنون که در سایه حاکمیت طالبان به سر می‌برد، با استفاده از تلویزیونی که در اختیار دارد به اظهار نظر در مورد مسائل گوناگون می‌پردازد و ظاهراً خود را از گرفتار شدن در خشم طالبان در امان می‌بیند. البته بیشتر نظراتش پس از بازگشت طالبان با دیدگاه‌های رهبران این گروه همخوانی دارد و جز در موارد استثنایی با این گروه مخالفت نورزیده است. با آنکه حکمتیار بیشتر به علت فعالیت‌های سیاسی و جنگی‌اش شناخته شده، اما حاضر نیست فقط به خاطر کارکردهای سیاسی‌اش شناخته شود، بلکه تلاش می‌ورزد در خصوص مباحث و مقولات دینی نیز نظریه پردازی کند. او با وجود آن که در اصل تحصیلات نیمه تمام دانشگاهی در رشته انجینری دارد، در دوران زندگی مخفیانه‌اش به نوشتن تفسیر قرآن نیز دست زده و همچنین در نقد برخی از کتاب‌های حدیث رساله و کتاب نگاشته است. گفته می‌شود که تاکنون بیش از 100 کتاب و رساله برشته تحریر کشیده است. حکمتیار حتی در دوران جوانی به قبل در مسائل دینی علاقه‌مند بوده و در زمان اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ در دیار هجرت و در پشاور نیز حلقات درسی‌اش که محور آن عمدتاً بر تفسیر قرآن می‌چرخیده همواره برقرار بوده است. اخیراً بار دیگر اظهارات حکمتیار در باب یکی از کتاب‌های معتبر اهل سنت به نام صحیح محمد ابن اسماعیل بخاری به بحث و جدل‌ها دامن زده است. چند سال است که حکمتیار کتاب‌های حدیث و مخصوصاً کتاب صحیح بخاری را موج نقد و تختیه قرار می‌دهد و از ضرورت سرسازی روایتی که در کتاب‌های حدیث گردآوری شده سخن می‌زند و در این زمینه رساله‌ای هم به چاپ رسانده است. ایده برای اثبات بدلان ادعاهای حکمتیار در باب میراث حدیثی مسلمانان این موضوع را پیش می‌کشند که او از تخصص لازم برای اظهار نظر در این حوزه برخوردار نیست و پیش نیازهای علمی و اکادمیک را برای احراز صلاحیت در این زمینه به دست نیاورده است. حکمتیار به این قبیل واکنش‌ها وقت نمی‌نهد و همچنین نظراتش را در این زمینه بی‌پرده بیان می‌کند. و گویا مطالعات دوامدار شخصیش و نیز نوشته هایی را که تاکنون به نشر رسانده برای اثبات صلاحیت علمیش کافی می داند و از این لحاظ خود را بی نیاز از زانوی تلمذ زدن در نزد استادان فن می شمارد. حکمتیار در اظهار نظر اخیرش در باب کتاب های حدیث و بخصوص صحیح بخاری به چند نکته به صورت گذرا اشاره کرده است و ادعا کرده آنهایی که در حال حاضر مردم را در افغانستان می کشند پیروان امام بخاری و اهل حدیث هستند. اهل حدیث اصطلاحاً به پیروان جریان سلفیت اطلاق می شود. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال را سابسکرایب نمایید. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدارتان.